همونطور که میدونی من 2 ماه کلا بیشتر درس نخوندم و پزشکی قبول شدم و الان میخوام بهتون بگم شماها چی کار بکنین که یه رشته خوب قبول بشین، نمرتون کلا خوب بشه، رتبتون خوب بشه و کلا اصلا آقا چجوری درس بخونیم که نتیجه دلخواهمون رو بگیریم؟ چرا ما هرچی میخونیم این رتبه فرق که نمیکنه هیچ، بدتر هم میشه. چون شما خرخونی عزیزم، شما درست درس نمیخونی، خرخون نباش، باهوش باش و با سیاست درس بخون. چجوری؟ الان بهت میگم. ببین، من کاری که واسه کنکور اسپانیا کردم، خب این واسه کنکور ایرانم جوابه، یعنی واسه هر امتحانی، اصلا فقط واسه کنکور نه، هر امتحانی. شما 2 مدل درس خوندن داریم، یه مدل هستش که شما درس میخونی که یاد بگیری، یه مدل هست که شما درس میخونی که بری امتحان بدی و این دوتا اصلا شبیه هم نیست روششون. و الان میخوایم راجع به این صحبت کنیم که چجوری درس بخونیم امتحان خوب بشه. شما قرار نیست همه فصل ها رو بخونی، یعنی کتاب ها رو جلوت نذار، برنامه ریزی کن که آره نمیدونم زیست 100 فصله، نمیدونم شیمی 10 فصله، فلان، همه رو بشینیم بخونیم. نه، شما چیکار میکنی؟ خودتو میشناسی. میدونی آقا مثلا میگم تو کیس من مثلا ریاضی بخش مشتق و انتگرال کلا تو کت من نمیرفت. من گفتم آقا من با اینا کار ندارم، حذف، تموم شد و رفت، دیگه اصلا من نگاهشونم نمیکنم. تو درس زیست شناسی من متابولیسم کلا حذف کردم، مثلا تو کتم نمیرفت. بعدم چون من زمانم کم بود، وقت نداشتم خیلی بخوام وقت بذارم، میدونی، بخوام یه چیز جایی رو یاد بگیرم. و متابولیسم جز چیزی بود که خیلی هم تکرار میخواست، هم واقعا بعد میفهمیدی متابولیسمو که من تو اون بازه از زمان متابولیسم نمیفهمیدم. و اینم هست، یه بخشای کوچیک واقعا هست، من بخش بزرگی رو حذف کردم و یه چیزایی که میدونستم سخته و من نمیخوام وقت روشون بذارم و خیلی راحت حذف کردم. شما هم میدونی، ببین خودت میدونی، من بهت چی نمیگم، خودت میدونی تو هر درس کدوم ها تو کتت نمیره. خب حالا تو هر کسی فرق میکنه دیگه، یکی مثلا ریاضیش خیلی خوبه، چه میدونم همه چیزو میفهمه، فقط مثلا چنان یه ماتریس رو نمیفهمه. خب خودت بر اساس شناختی که رو خودت داری بشین و یه سری حذفیات انجام بده و اصلا نترس، چون قرار نیست شما 100% بزنی تو درسات. خب نمیخوای نمره کامل بگیری، پس درنچه نیاز نیست که همه رو بخونی. مثلا واسه امتحان نهایی، خب چون وقت زیاده، یه دونه کتاب بیشتر نیست که بعد واسه اون امتحان بخونی، خب میشینی همه رو میخونی. ولی کنکور بحثش جداه، چون حجم مطالب زیاده، وقتت هم چندان زیاد نیست و اینجوری دیگه نباید رو همه درس ها وقت بذاری و رو همه فصل ها. حالا من چی کار کردم؟ من گفتم که خب من 2 ماه بیشتر وقت ندارم و حجم مطالبم زیاده و زبانش هم که اسپانیایی دیگه بدتر، یعنی غالباً مثلا وقتی که تو میذاری تو ایران واسه خوندن درس زیست شناسی، من مثلا 100 برابر اون وقت میذاشتم واسه زیست، هرچند مثلا مطالب شاید خیلیش مشابه بود ولی زبانه باعث میشد من کند درس بخونم. یعنی به این نکته هم دقت کنین که ها درست آزمون اسپانیایی مقدار از کنکور ایران آسون تره، ولی دلیل نمیشه، خب به صورت کلی قضیه رو نگاه بکنین. و اگر میخواییم بدونین که فرق کنکور اسپانیا با کنکور ایران چیه، قبلا ویدیوشو درست کردم، لینکشو براتون میذارم این بالا که بریم ببینین. من اومدم توی اینترنت، خب کل سایت ها رو زیر رو کردم و نمونه سوالای کنکورای سالای قبل و از سال 2015 فکر کنم تا سال 2021، من سال 2021 کنکور دادم ولی خواست تا سال قبل از خودم و نشستم همه نمونه سوالا رو دانلود کردم. خب خیلی هم پرسن که از کجا دانلود میکنی؟ بگردین، یعنی نخواهین همه چیز رو دو دستی تقدیمتون کنن. لطفا من یه روز کامل وقت گذاشتم کل سایت ها رو زیر رو کردم، هی سرچ میکردم آقا نمونه سوالای مثلا آزمون فلان سال فلان، میدم نیست، یه سایت دیگه هی بگرد بگرد تو یوتیوب بگرد این ور اون ور، اینجوری همه جا رو گشتم. حالا چون مال 2-3 سال پیش این قضیه، خب دیگه سایت ها شدم نمیاد بخوام بهتون بگم چه سایتی بود، ولی تو هم گوگل بگردین پیدا میکنین. خب هم واسه ایران هم واسه کنکور اسپانیا نمونه سوالا رو پیدا کنین تا هر سالی که هستش. خب مثلا واسه کنکور اسپانیا، خب تا سال 2015 بیشتر تو اینترنت نبود، بعضیاشون بود مثلا مال سال 2010-2011 اینا بود، ولی کامل اصلا سیستم سوالا فرق میکرد و خیلی مثلا مفید نبود بخوای اونا رو حل کنی. سوالای اخیر مهمترن. سوالا رو دانلود کردم، هیچی هم درس نخونده بودم، خب ببین هیچی به معنی واقعی کلمه هیچی، و شروع کردم سوالا رو حل کردن. غالبا سوالا رو نگاه میکنی هیچ ایده نداری چون اصلا درس نخوندی دیگه،
سوالا رو میخوندم، حالا اگر چیزی به ذهنم میرسید حل میکردم، وگرنه میرفتم توی یوتیوب دنبال جواب سوالا. بیاد مثلا حالا اگر توی یوتیوب نبود، چه میدونم حتما یه جایی حل شده هست سوالش رو که قشنگ توضیح بده و بگه این سوال چجوری حل شد. حالا میخواد توضیحی واسه زیست باشه، میخواد حل کردنی مثل ریاضی باشه. من اومدم هم توی یوتیوب بیشترش رو تونستم پیدا بکنم، بازم هیچ چنلی نمیتونم بهتون بگم چون باید سرچ کنیم، من یادم نمیاد. تو یوتیوب اصلا هر چی به هر زبانی سرچ بکنی یه چیزی میاد واسه، یعنی حتی مثلا بچه کنکوری ایران هم میتونن کلی تو یوتیوب سرچ کنن چیز جدید یاد بگیرن. میدونی من یادم مثلا زمان من که میخواستم کنکور ایران رو بدم، یه مجموعه بود به اسم آلا، فکر کنم آلا بود اسمش، که به صورت رایگان استادای خیلی خوب تهران میومدن ویدیو میگرفتن و مسائل توضیح میدادن و خیلی به نظر من خوب بود. مثلا آلا رو بخواییم سرچ کنین سرچ کنین، حتما هنوز هم همینجوریه سیستمشون. جواب سوالا رو نگاه میکردم، اون سوال رو من یاد میگرفتم، خب بعد خودم دوباره میشستم حل میکردم. خب الان این سوال من توضیحش هم دیدم و یه جوری حالا حفظم شدم سوال رو و حلش رو، خب و دیگه سوال نگاه میکردم جواب بلد بودم. و این کار رو با همه آزمونا انجام دادم و این کار وقتگیریه ها، چون هیچی بلد نیستی خب باید خیلی وقت بذاری توضیح رو نگاه کنی. بعد از این که من دیگه کل آزمونای موجود رو حل کردم و دیگه کامل اصلا سوال رو میدیدم جواب رو میدونستم، حتی اگر اصلا بلدم نبودم کل اون مبحثو، ولی سوال رو میدیدم میدونستم چجوری حل میشه و چجوری اصلا جوابش چی میشه یا چجوری باید فکر کرد رو اون سوال. اونم کنکورا رو همه رو گذاشتم کنار هم، گفتن که خب تو درس زیستشناسی کدوم فصل خیلی ازش سوال اومده بود تو همه سالها؟ یک برگه گذاشتم کنار خودم، مثلا آقا از چه میدونم همیشه از اینترفرون سوال میومد، همیشه از نمیدونم سیستم ایمنی همیشه 3-4 تا سوال میاد. خب فصلای پرسوالی رو که توی امتحانات دیده بودم، خب اونا رو جمع‌آوری کردم، فصلای پرسوالو، و توی یوتیوب دوباره دنبال اون فصلا گشتم، آقا توضیح کامل مثلا نمیدونم فلان فصل واسه آزمون فلان، و همه توضیحا رو میشستم گوش میکردم تو یوتیوب. خب یعنی من عملاً هیچ منبع آزمونی نداشتم، چون خیلی ها هم به هم ایمیل زدین هم تو کامنت ها ازم پرسیدین منابع چی بود. من منبعم یوتیوب بود، من هیچ کتابی به اون صورت استفاده نمیکردم و وقتش هم نداشتم بخوام کتاب بخونم، چون میگم 2 ماه وقتی نیست بخوای بشینی کتاب بخونی، خب خصوصا به یه زبان دیگه که کلاً خیلی وقت بذاری. خب من اون تایم کارم میکردم، اینم در نظر داشته باشین. Anyways فصلای پرتکرار پیدا میکنین تو هر درس. خب اول میشینی پرتکرار ترینا رو میخونی، فول میشی اونا رو، بعد که فول شدی میری فصلی که مثلا باز حالشون سوال زیاد اومده ولی خب کمتر سوال اومده در کل به نسبت فصلی دیگه، اونا رو باز میشینی میخونی تا زمانی که وقت داری. یکم روی این قضیه وقت میذاری، یه سری فصل رو میشینی میخونی و دوباره چیکار میکنی؟ میای دوباره همون آزمونه که حل کردی رو دوباره حل میکنی و دوباره جوابا رو چک میکنی. اگر سوالی بود که یادت رفته بود دوباره میری ویدیوش و توضیحش و هر چیزی که هست رو نگاه میکنی. و اینجوری شد که آقا من رو کل سوالای آزمون سالای قبلم مسلط کامل بودم. راجع به درس ریاضی، چون من میدونستم که هر سال درس ریاضی مثلا سوالاش خیلی متفاوت میاد و خیلی به سال قبلش ربط نداره، و شروع کردم یه سری فصلی که میدونستم آسونن و همیشه ازشون سوال میاد تو آزمون. مثلا میدونستم آقا از ماتریس همیشه سوال میاد تو کنکور، ماتریس رو فول شدم، قشنگ رفتم ویدیوهاشو نگاه کردم ماتریس رو فول شدم. گفتم دیگه چی مثلا من بلدم؟ گفتم شاید معادله هم بتونم حل کنم، ویدیوهای معادله رو نگاه کردم معادله رو فول شدم. ولی سوالای مشتق و انتگرال رو گفتم من اصلا این تو آزمون میاد، مشتق انتگرال خیلی هم سوال ازش میاد توی کنکورا، ولی من اصلا چون نمیفهمیدمش دلیل نداشت بخوام وقت بذارم اون رو. من کامل گذاشتم که گفتم آقا من هیچ وقتی نه رو مشتق بذارم نه رو انتگرال، تمام شد و رفت. و تسلط کاملی که روی سوالای کنکور پیدا کردم، هم فهمیدم چجوری سوال میدن، هم فهمیدم طراحی سوال کجاها رو دوست دارن ازش سوال بدن. و بعد میشینی اونا رو که خوندی یا از سوالا رو دوباره تکرار کردی دوباره سوالا رو حل میکنه. ببین اینقدر سوالا رو حل کن که دیگه سوالا رو دیدی اینجوری باشه که خب این که جوابشو میدونم. و اتفاقی که افتاد توی کنکور اسپانیا واسه من اول که خیلی سوال تکراری دیدم، یعنی خصوصا تو درس ریاضی قشنگ 2 تا سوال تکرار سال قبل بود، قشنگ حتی عددا رو عوض نکرده بودن و من اینجوری بودم که اوکی. و ببین
یک جوری توضیح دادم، چون آزمون تشریحیه دیگه، یک جوری توضیح دادم که اصلا کل صفحه پر شد، چون ویدیوشو نگاه کرده بودم دیگه، استاد قبلا حل کرده بود، خیلی استاد طور توضیح دادم و نوشتم. ولی مثلا درس ریاضی یه درسی بود که به نسبت سالهای قبل سخت‌ترم شده بود. ولی چی شده بود؟ سیستم مدل سوال همون بود، یکم پیچش داده بودن. یعنی تو اگر سوالا رو حل کرده بودی از قبل، مدل سوالا رو میدونستی، میدونستی که چه جوری قرار سوال بدن. خب این قشنگ میتونی تو مغز اون طراح سوال بری بگی آقا این بخواد مثلا از فلان فصل ماتریس مثلا سوال بده، بخواد بپیچونه چه جوری سوال میده. میدونی که این همش دستت میاد. و تو چیکار کردی؟ تو ننشستی همه فصلا رو خوندی، ننشستی کتاب خوندی که اینقدر خسته کننده است، و کلی هم سوال حل کردی. حالا اگر همه سوالا رو حل کردی ولی دیگه 100 پر سوال حل کردی، چقدر حل کنم سوالا رو؟ سوالای جدیدتر مثلا خب واسه کنکور ایران خیلی نمونه سوال بیشتر وجود داره تا کنکور اسپانیا. خب تو کنکور اسپانیا خیلی نمونه سوال و منبع آزمون به اون صورت نمیتونی کلا تو اینترنت پیدا بکنی. خب یعنی نگرد خیلی نگرد واسه منابع آزمون، ولی سوال مثلا در حد 5-6 سال اخیر میشه پیدا کرد. ولی کنکور ایران خب از سال 60 میتونی نمونه سوال پیدا کنی، میدونی چی میگم؟ ولی از سالای آخر شروع کنیم، سالای آخر رو فول شیم، بعد همینجور به این عقب نمونه سوالای بیشتر، نمونه سوال بیشتر. یعنی چی میخوام بگم بهتون؟ نشینین درس بخونین، بشینین سوال حل کنین و از تو سوالا یاد بگیرین. این باعث میشه که خیلی بیشتر تو ذهنتون بمونه و با سیاست‌تر درس بخونین، بدونین چی رو بخونین چی رو نخونین. مثلا میگم من با یکی از دوستام خب میشستیم درس میخونیم واسه کنکور اسپانیا، اون مثلا نشسته بود کل شیمی رو خونده بود. خب بعد مثلا میگفتش که آره مثلا فلان چیز چیه؟ من گفتم خب اصلا چی هست نمیدونم. بعد گفت چطور نمیدونی؟ خیلی مهمه. گفتم والا من این همه سوال کنکور حل کردم، یه بار نیدم از این سوال بدن، از مهم نیست دیگه، خیلی سوال خیز نیست. بذار یه سوال هم بخوان از این بدن بعد از 10 سال، یه دونه سوال ازش میدن، نه 100 تا سوال. حالا یه دونه هم جواب نمیدیم، مهم نداره. در نتیجه اصلا خیالتون تخریص مسائل رو حذف کنین، یه سری چیزا رو حذف کنین کامل، و روی اون چیزایی که میمونه فول شین. این راز موفقیت تو هر گونه آزمون و کنکوره. و اینجوری شد که من نمرم شد 13.5 از 14 توی کنکور اسپانیا و الان پزشکی دارم میخونم. و مثلا چیزی که هسته، شاید مثلا شما داره بیننده این ویدیو هستی بگه خب شاید پزشکی اونجا همه میتونن قبول شن، خب ولی بذار رو راست باشم باهات، توی دانشکده ما 4-5 نفر بیشتر پزشکی نمیخونن. بچهای دندون پزشکی خیلی زیادن، بچهای داروسازی خیلی زیادن، ولی پزشکی چون بیشترین نمره رو میخواد خیلی نیستن ایرانی ها توش، میدونی؟ یعنی اینو میخوام بگم که فکر نکنین کنکور اسپانیا هم آسون بود که من پزشکی قبول شدم. نه، پزشکی قبول شدن یه مقدار همه جای دنیا سخته از رشته‌های دیگه است، چون نمره خیلی بالایی میخواد. امیدوارم که این ویدیو واسهتون مفید بوده باشه. اگر ویدیوی کنکور رو قبلا دیده باشین، توی یکی از ویدیوهام راجعش توضیح دادم، اگر خواستین میتونین لینکش رو میذارم اینجا ببینین، ببینین که راجع به اونم، راجع به اشتباهی که واسه کنکور ایران کردم صحبت میکنم. و دقت کرده باشین توی اون ویدیو میگم که مشاور تحصیلی من تو ایرانم بیسش رو سوال حل کردم بود. یعنی نمیگفت وقت بذار بشین مثل خر بخون کتابا رو، میگفت بشین 100 تا سوال 200 تا سوال 300 تا سوال روزی حل کن. خب یعنی حتی مثلا اون بنده خدایی که تک رقمی آورده بود تو کنکور ایران، اونم سیستمش همونجوری بود، سوال بیشتر حل میکرد تا اینکه بشینه بخونه. آقا نخون، بشین سوال حل کن. باور کن انقدر سوال تکراری میاد تو کنکور، انقدر شبیه سوالای قبلی تو کنکور که اصلا میری سر جلسه اینجوری که این که اصلا پارسال اومده بود دقیقا. یعنی ببین من ریاضی میکنم خیلی خوب نیست، خب و مثلا واسه درس ریاضی خیلی امید نداشتم، حس میکردم درس ریاضی باعث میشم پزشکی قبول نشم. ولی رفتم سر آزمون، خب سوال تستی رو دادم، یه مقدار کوکوپرم ریخت چون سوال خیلی سخت شده بود. ولی سوال تشریحی رو که رفتم نگاه کردم، دیدم این دقیقا همون سوال من دیشب داشتم حل میکردم، شب قبل از کنکور. و خب حل میکنی گلابی، میدونی خیلی راحته. فکر کنم هیچ کس اینجوری راجع به کنکور صحبت نکرده بود باهاتون، ولی یاد بگیرین که واسه کنکور و آزمون خوندن فرق میکنه تا واسه یادگیری. اگر دوست دارین راجع به یادگیری هم براتون یک ویدیو درست بکنم که خب واسه درس بخونین که واقعا یاد بگیرین، اون بحثش جداه، تو کامنت ها واسم بنویسین. ولی این ویدیو صرفا واسه کسی که میخواد آزمون بده، میخواد کنکور بده. اوکی؟ تا ویدیو بعدی. خدافظ.